سلام سلام دوستانی عزیز، خوش آمدید باز هم با من میلاد آزاد. دوستانی عزیز، میخواهم امروز شما را با گوگل ادسنس آشنا کنم که چطوری مالیات پرداخت میشه و چطوری هم راجستر میشود. اکاونت بانکتان را اینجا نشان میدهم چطوری راجستر کنید و پیش برید با روش ساده و خیلی هم سریع. امیدوارم شما هم سابسکرایب و شیر یادتان نرود و ما را هم دنبال کنید و سوالات داشتیم رکومند بنویسید و ما هم جواب بدیم. دیگه دوستان عزیز، ما ادامه میدهیم، زیاد طولانیش نمو کنیم ویدیو را. شما هم حتما ویدیو را سیر کنید. دوستان عزیز، طریقه گوگل ادسنس، بخواید طبق همون کشوری که زندگی میکنید مالیات پرداخت کنید، این را به شما معرفی میکنم. کسانی که تازه یوتیوب درست میکنن دیگه از اینجا شروع میشن، میتونید اینجا کلیک کنید و این رقم صفحه برایتان حتما دارید که کسایی که راجستر نیستند مالیات پرداخت کنه، این رقم میتونید پیش برید. با رویش ساده این کلیک میکنید، یک صفحه باز میشه. الان ما این صفحه خود من رمزی من اینجا هستیش. آره دوستان عزیز، وقتی که ایمیلتون رو زدین باز شد، این صفحه دوباره میایه. این صفحه بعضی قوانین ها رو که داره شما پرسیده میشه، به مو زبانی که در کشور هستین انتخاب میکنین در مو زبان. الان ما در کشور هستیم که زبانش این رقم هسته دیگه، ما این رقم انتخاب میکنیم ساده. ای برای کسایی هست ای تیک مارک که بیزنس کنه، اینا برای اوناست، یکی شخصی است. حالا ما یکی را تیک مارک میزنیم به خاطر که دیگه ما بیزنس نمی کنیم دیگه، یعنی شخصی هست، میزنیم بعدی یعنی در انگلیسی نیکست. حالا یه باز میشه، یکی من قوانین پرسیده که شما مربوطی کجا هستین و چی هستین، اینا دیگه. این رویش سادهش میرم میزنم که نه، مربوطی کشور آمریکا و اینا نیستیم و از اینجور چیزا دیگه. خلاصه در بارش زیاد توضیحات داره، شما میتونید دقیق با مو زبانی که چی دارین مسلط هستین میتونید راحت تر اینا را تکستش را بخونید و انتخاب کنید. ما ویدیوی ساده تر رویش ساده تر پیش میریم دیگه. اینا شما میت رقم که اونا رو انتخاب کردیم، دوباره این صفحه دیگه باز میشه مثل از امویا که شما پرسیده که مربوط آمریکا هستین، کشورهای دیگه زندگی میکنید، این تیک مارک میزنین که نه خیر، ما مربوط کشور آمریکا و اینا نیستیم، ما بزنس مین نیستیم. کسایی که بزنس مین ایر انتخاب میکنه دیگه با مو زبانی که مسلط هستین انتخاب میکنید، زبانش راحت تر متوجه میشید. ما میزنیم بعد نیکست. بله دوستان عزیز، یعنی تا صفحه دوباره باز میشه، وقتی شما کلیک کردین از اونجا میای به این صفحه. این صفحه اینجا نام شما هستش، اینجایش هم که کار نداره نیچ، در روی ای یکی کلیک میکنین. حالا هر کشور شما زندگی میکنین میتونین انتخاب کنین و از اینجا دوباره انتخاب کردین، اینجا گزینه دیگه باز میشه که کسانی که مربوط کشور خودی آمریکا است اینجا، یا کسایی که وارد کشور زندگی میکنه اینجا مربوط دو میشه که میتونه همون شماره مالیاتی داره، هر کس داره. کسایی که دمی کشورهای پیشرفته زندگی میکنه حتما داره دیگه. شما میتونید همو رمز خود را یا مثال همو شماره خود را اینجا وارد کنید دیگه. ما خودم فعلا نمیذارم به خاطر که شخصی است و یک چیزی رمزیه دیگه. شما میتونید سیف کنید، بعدش هم میزنید نیکست. بعدی حالا ما این را میزنم، بقیش هم دوباره همیتو پیش میریم. آره دوستان عزیز، اینو صفحه دوباره باز میشه و اینجا هم آدرس شما که
تا اونجا پر کردین آمده، اینجا هم کشور شما رو میخواه، کدام کشور زندگی میکنین دوباره شاید خودش اعتماد میآید، ولی اینجا دوباره آدرس لازم است. اینجا هم آدرس که روز اول دادین دقیق همونجا رو بدین که کدام مشکلی دیگه پیش نیاید. دیگه بعدش میتوانید اینجا که آدرس خود رو دادین دیگه میتره میایم پایین و اینجا هم کد پستی میدین و اینجا هم دوباره جای منطقه که زندگی میکنید و این هم تایید در میزنید که آره شما آدرس خود رو پر کردین، تایید کردین. دیگه بعدش که زدین میزنید بله دوستان عزیز، میتر که میبینین دیگه فقط یک دو تا اضاف شد همین رقم. دیگه شما میتونید انتخاب کنید اینا رو دربارش اگر اطلاعات بخواهید بگیرید. دوباره یک ده چیزایی دارم اینا رو باید بخوانین اگر انتخاب کنین. سوال های دیگه است، ما یعنی نر انتخاب کردیم، ده چیزایی که نوشته هسته و ده جوابش ما فعلا نر انتخاب کردیم. شما میتونید این کار رو کنید و میتونید بعدی بروید تا باز کنم. آره اینم که باز کرد یعنی اینجا قشنگ نشان میده تا اونجایی که ما سفر رو پر کردیم و پیش آمدیم. ای از اون هستش، دوباره ای تیک می آید که باید شما ای رو بزنید که یعنی تایید میکنید که آره ما همه چیز ما درست است، صحیح است، مدارک های مالیاتی و نام آدرس همه چیز صحیح است، شما میتونید این انتخاب کنید. بعدش که انتخاب کردین این تیک را زدین دوباره میتونید نیکست بعدی رو بزنین که اینجا قوانین خودش را توضیح دادن که اینا هم شما میتونید در مو زبانی که مسلط هستین میتونید بخونید و دربارش همه اطلاعات گفتم و همه چیز اینجا هستش. قوانینشون را در نظر میگیریم که اینجا چی گفته و چی باید چی کار کنیم و اینجا هم اطلاعاتش قوانینش نام خود را همون چیز را که دادین همون را می نویسید دقیق که اشتباه نشنه. دیگه بعدش هم اینجا دوباره یک تیک مارگ دارم، ما ایر انتخاب میکنیم دوباره میریم بعدی. شما میتونید به می رویش ساده تر پیش برین. آره ما این سفر رو باز کردیم، حالا اینا رو ما براتون توضیح میدیم، اینا رو بخونیم که چی گفته و چی شده است. آره دوستان عزیز، ما را خواندیم و طبق اطلاعات این که چی گفته و چی نگفته ما تونستیم جوابش ده اینجا یعنی نور انتخاب کنیم و ایرم تیک مارک بزنیم. این برای کسایی است که پول نگرفته هنوز، برای او نفرها هسته که از اتنس پولی درخواست نکرده هنوز گیرش نامده. این برای او کسایی است پایینش که تونسته پول بگیره، این تیک مارک برای اوناست. اینا میتونین دوباره انتخاب کنید که یعنی شما پول گرفتین اینجا انتخاب میکنه. الان ما پول نگرفتیم میزنیم ایره مثال، بعدش هم میزنیم بعدی. شما میتونید با همین رویش ساده بدون درد سر میتونید راحت تر پیش بروید همین رقم. دوستان عزیز در آخر منتظر میشنید تا اینکه همه چیزتان درست شد و علامتی که تمام میشه اونا میتوانید شما هم علامت سرخ هستن. منتظر روزو بشینید تا در حسابتان یک چیز ناچیز برایتان روان میکنند بعد از یا یک هفته یا زودتر از یک هفته. در مو حسابتان کمتر از یک دلار یا یک یورو بگیم برایتان میفرستن، شما هم او را چک میکنید در بانکتان. دوباره که چک کردین آمده بود اما مقدار را دوباره پس می نویسید، نوشته می کنید و پس برشان ارسال می کنید.
از همون طریق گوگل ادسنس. دیگه شما می توانید اون موقع عضو گوگل ادسنس شوید و شماره بانکتان همه چیزتان درست می شود، دیگه مشکلات حل می شود. امیدوارم در آخر که لایک و سابسکرایب یادتان نرود و ما را همیشه دنبال کنید و سوال داشتین حتما در کامنت بنویسین و نوشته کنید و ما هم جواب میدیم. تشکر، زنده باشین.